بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه بینندگان خیلی خوب شبکه اینترنتی آنتن. از این لحظه در خدمت شما هستیم با بازی فوق‌العاده حساس تیم‌های ایران در برابر تیم عربستان در ورزشگاه دمام، رقابت بسیار مهمی که سرگروه این مسابقات رو مشخص خواهد کرد. یه زده حمله خوب حالا برای بچه‌های تیم ایران اینجا شک می‌گیره. یه مقطعی هست برای حسین جهانی که ضربه‌اش از بالای دروازه به بیرون میره. یه موقعیت عالی هست بعد در اون دروازه سیاوشی توپو مال خودش میکنه. یه موقعیت عالی، فرصت برای تیم ایران و توپی که میخوره به تیر دروازه برمیگرده. ملاحظه میکنی باز از سرعت بسیار بالای برخورداره یه موقع از این بازیکن تیم عربستان و اینجا گل اول مسابقه به ثمر میرسه که این تیم عربستان رو خیلی خوب میشناسه و بارها با تیم ملی قطر این عربستان رو شکست داده. و اینجا محمد غلامی، سجاد استکی و پوریان نوروزی نژاد به همراه سید مهدی موسوی و مرداد سمسامی به نظر سرمربی مانوئل فرناندز به تناوب در درون زمین قرار خواهند گرفت که یه زده حمله دروازه ما اینجا باز شد. در حالی که 4 دقیقه و 15 ثانیه از زمان مسابقه را سپری میکنیم، عربستان 2-1 از تیم ایران پیشی گرفته. یه موقعیت عالی و توی دروازه. استرالیا و هند که شانسی برای صعود نداشتن در مقابل یکدیگر قرار گرفتن و استرالیا تیم هند رو شکست داد و تنها برد خودش در مسابقات به دست آورد. ضربه پنالتی هست و توی دروازه. باید که موقعیت هست برای تیم عربستان. فهد محمد، یه موقعیت عالی، فرصت برای تیم عربستان. نباید اجازه بدیم دفاع ما به این راحتی باز بشه. یه بار یه موقع هست برای تیم ایران و ضربه فوق العاده حسین جهانی دروازه عربستان رو باز کرد. فهد محمد بازو کمی میارم به وسط، یه موقع عالی، آفرین بر سیاوشی. فهد محمد، یه موقع عالی هست برای راشد عبدالله و توی دروازه و دروازه ما اینجا باز شد. برم به مرحله بعدی. فهد محمد، یه زده حمله، فرصت برای عبدالله عطیف و توی دروازه. توی دروازه عبدالله عطیف. امیدواریم سیاوش درخشش خوبش رو داشته باشه و پنالتی رو بگیره. ببینیم ضربه پنالتی رو و توپی که درون دروازه ما قرار گرفت. و عربستان 30-13 از صدر تیم استرالیا گذشت و در بازی دوم خودش 54-30 از صدر تیم هندوستان گذشت. نباید اینجوری دروازه رو خالی بزنیم و به این شکل. حسین جهانی، یک ضربه عالی، فرصت برای تیم ایران است و چه توپی رو گرفت عبدالله العتیف. فهد محمد، حتیف، یاسر عبدالله، یه موقعیت عالی هست برای تیم عربستان و این هم گل هشتم. تونن بچه‌ها فشار میارن رو بازیکن تیم عربستان که دیسکالیفیکی بشن و اما بتونیم با بازیکن بیشتر اون رو قرار بگیریم. ببینیم به 6-6 خواهد بود. در برابر محمد رضا و این ضربه که درون دروازه تیم ایران قرار گرفت. دروازه علیرضا رحیم کازرونی رو باز کرد. یه بار یه موقعیت، فرصت برای سجاد استکی و توی دروازه. توی دروازه، چیزی که عرض کردم ما بهش نیاز داریم. یه بار یه موقعیت هست برای تیم ایران. حسین جهانی، همه کاری تیم ایران بوده در این مسابقه و توی دروازه. و توی دروازه ببینیم قبول شده گل این سمت. عبدالله حتیف دروازه ما رو باز کرد. متاسفانه گل ما هم مورد قبول قرار نگرفته. یه بار یه موقعیت هست برای تیم عربستان. فهد محمد و توپی که در دروازه قرار گرفت. یه بار یه موقعیت هست برای تیم ایران. مرداد سمسامی، یه بار یه فرصت برای تیم ایران و توپی که در دروازه قرار گرفت. سجاد استکی در فاصله 25 دقیقه و 20 ثانیه از زمان مسابقه رو سپری می‌کنیم و از این سمت حسین جهانی دروازه رو باز کرد. یا پاس‌های سرعتی یا وادار کردن بازیکن ایران به خطا، این شگرد عربستان بوده تا به این لحظه و به این شکل. می‌بینید به چه شکل دفاع تیم عربستان رو باز بکنن و شوت سجاد استکی ناموفق هست. یه موقعیت و باز هم دروازه خالی که دروازه ما اینجا باز شد. یه بار یه موقعیت هست برای تیم ایران که ناموفق هست. عبدالله رشید میتونست داور اعلام خطا بکنه، داور کره‌ای، و این گل زیبایی که تیم ایران به ثمر رسوند با مشتبه سالم. یه بار یه موقع هست برای تیم عربستان و این سمت. انشالله به امید خدا بتونیم تیم را امشب شکست بدیم. چه شوت خوشگلی. بازیکن تیم ایران خیلی کوتاه کار میکنه با مهرزا اورهی، سجاد استیکی. یه بار یه موقع هست برای تیم ایران و توی دروازه، توی دروازه گل برای تیم ایران.
مشتبه سالم یه بار یه موقع یه عالی گره محمد سیاوشی چه توپی رو مال خودش میکنه. میارم به سمت راست، یه بار یه از این سمت بله و توی دروازه. عرض کردم هرچند تو این چند شب های گذشته که رابط های آسیدر برگزار میشه واقعا سطح میزبانی و سطح تورنمنت مسابقات اعلام نتایج عربستان بسیار ضعیف ظاهر شده و توی دروازه عباس ناصر خطرناک هست بازیکن تیم عربستان یه موقعیه و توی دروازه. یه موقعیت عالی برای تیم ایران و توپ که درون دروازه قرار گرفت. میبینید نیمکت نشینان تیم ایران رو به حاله ضد حمله عالی، فرصت برای تیم ایران، یونس آسانی و توی دروازه. پیگیری کردیم اجازه این ضربه سجاد رو ببینیم. آفرین سجاد استکی، به دست بیاریم در سطح آسیا خیلی کاره سختی رو داریم برعکس اروپا. و اینجا مشتبه هیدرپور با یه زیرکی هرچه تمام موفق میشه دروازه عربستان رو باز بکنه. یه بار یه مقرر فرصت به تیم عربستان هست و توی که درون دروازه ما قرار گرفت. عبدالله حتیف بچه ها نبر اجازه پیش روی بدن، حالا نیاز به ضد حمله داریم. پاس فوق‌العاده، چه گلی را زدید محمد سیاوشی، چه گل خوشگلی، چه اشتباهی کرد به این شکل سجاد استکی. یه بار یه موقعیت و گل زیبایی که سید مهدی موسوی به ثمر رسوند. درون دروازه تیم ما به این شکل قرار گرفت. بازیکن تیم ایران توپ در اختیار دارن. از این شم سجاد استکی یه بار دیگه موقع و توپ که درون دروازه قرار گرفت. ورزش هندبال یه ورزش قدرتی و سرعتیه، اینی که بچه‌ها خیلی خوب تونستن اون رو نشون بدن و به این شکل بیان دروازه حریفان رو باز بکنن. یه بار دیگه موقع آفرین به محمد سیاوشی. یه لحظه هم آسیب دید، یه بار یونس آثاری و توی دروازه، یه گل خوشگل برای ایران. یه بار دیگه موقعیت عدن محمد ضد حمله برای تیم عربستان، یه موقعیت عالی برای مشتبه سالم و بله و توی دروازه. چه اشتباهی که چه ضد حمله ای مشتبه سالم، فرصت برای عربستان و این هم گل 19 هم. و همتای خود سیاوشی ببینید چه کار خواهد کرد و گل برای تیم عربستان. یه بار یه موقع هست برای تیم ایران، فرصت و توی دروازه، اینم گل 24. یه بار دیگه موقع و توی کس کنار دروازه به بیرون میره و سوت پایان این مسابقه برتری 30-24 ایران در برابر تیم عربستان. از شما واقعا سپاسگزارم از اینکه سایت و اپلیکیشن آنتن رو انتخاب کردید. این پیروزی دلاور مردان ایران رو خدمت شما تبریک و تهنیه درس میکنم. انشالله که باز هم بتونم از سایت آید آنتن در خدمتتون باشم. شما رو به خداوند بزرگ و ممنان میرسانم. زنده باد ایران، شبتون بخیر، خدا نگهدار.